سلام به همه عزیزان، خوش آمدید به یک آموزش جدید از کانال عشق بافتنی. توی این ویدیو قراره با هم یک کلاه شیک و ساده رو یاد بگیریم که هم برای مبتدی ها عالی هستش و هم برای حرفه‌ای ها. پس اگر دوست دارید یک کلاه زیبا و گرم برای خودتون و عزیزانتون ببافید، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دوستان، کانوایی که برای بافت این کلاه استفاده کردم آلیزه لانا گولد، 100 گرمش 390 متر هستش و با قلاب شماره 3 این کلاه رو بافتم. برای بافت این کلاه ما به اندازه های دور سر و طول سر یا همون ارتفاع سر احتیاج داریم. اگر شخص کنارتون هست این اندازه ها رو خودتون بگیرید، اما اگر کنارتون نیست میتونید از جدولی که براتون آماده کردم و آخر ویدیو براتون میذارم مراجعه بکنید و ازش استفاده بکنید. قبل از شروع بافت باید چند تا نکته رو بهتون بگم. بریم اول اون نکته ها رو با هم ببینیم، بعد شروع به بافت بکنیم. من اندازه هایی که اینجا نوشتم اندازه هایی هستش که دارم این کلاه رو میبافم. شما حتما اندازه های خودتون رو بنویسید و متناسب با اندازه های خودتون حساب و کتاب بکنید. دور سر برای من اینجا 49 سانتی متر هستش. ما کلاه رو به اندازه سر نمی بافیم، چون اولا کلاه کش میاد و بعد هم به مرور زمان یه مقدار گشادتر میشه. پس میایم 2 تا 5 سانتی متر از دور سر رو کم میکنیم و بعد شروع به بافت میکنیم. اگر دستتون سفت هست میتونید 2 سانتی متر و اگر مثل من نرم میبافید و دستتون شل هست میتونید تا 5 سانتی متر از دور سر کم بکنید و بعد شروع به بافت بکنید. من اومدم 49 رو منهای 5 کردم، شده 44 سانتی متر. چون این کلاهمون از بالا بافته میشه و ما باید یک دایره اول ببافیم و توی هر رنج باید این دایره رو بزرگتر بکنیم تا برسیم به دور سر. حالا چطور این دور سر رو باید به دست بیارید؟ میایید این 44ی که اینجا دارید رو تقسیم بر 3 و 14 میکنید. این عدد ثابت هستش، یعنی شما اینجا هر عددی که داشتید 44, 45, 50, 60 هر عددی که اینجا داشتید حتما باید تقسیم بر 3 و 14 بکنید. برای من 44 تقسیم بر 3 و 14 شده 14 سانتی متر. یعنی شما باید این دایره رو اینقدر ببافید تا قطرش برسه به 14 سانتی متر. بعد از اون دیگه شروع به بافت خود کلاهتون میکنید تا برسید به ارتفاعی که مد نظرتون هستش. برای من دور سرم ببینید 44 سانتی متر بود. اگر این قسمت رو من سانت بذارم دقیقاً شده 22 که دلاش بکنم میشه 44 سانتی متر و ارتفاع کلاه هم از این قسمت حدود 18 سانتی متر شده. امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید. اگر دوستش داشتید حتما حتما لایک کنید، کامنت بذارید، چون لایک کردن شما کمک میکنه که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و دوستان زیادی از این آموزش استفاده بکنن. بریم برای آموزش. با قلاب شماره 3 میخوام این کلاه رو ببافم. اول کار میام یک دونه گره میزنم و دوتا زنجیره به این صورت. نخی که روی قلاب هست رو یه مقدار میکشم و یک نخ میندازم دور قلابم، میبرم داخل زنجیره اول و یک نخ میکشم بیرون. ببینید 1, 2, 3 تا نخ الان روی قلاب داریم. این 4 و این هم نخ 5. هر بار باید 5 تا نخ روی قلابمون داشته باشیم. حالا این قسمت انگشتم رو نگه میدارم، به این صورت نخ رو از داخل حلقه ها میکشم بیرون. حالا قلاب رو داخل این حلقه میکنم، یک نخ میگیرم، دوتا رو با هم یکی میکنم و یه دونه زنجیره میزنم. ببینید این گل اولین گلبرگمون هستش که من اینجا با مارکر مشخص میکنم. برای بافت گلبرگ دوممون دوباره یه مقدار نخ رو میکشم، 1, 2, 3, 4 و این هم
5 تا. 5 تا نخ که گرفتیم، یک نخ میندازم دور قلابم، میرم توی زنجیره اول، دوباره 5 تا نخ میگیرم. 1، 2، 3، 4 و این هم 5 تا. ببینید الان 2 تا گلبرگ روی قلابمون داریم. انگشتم رو اینجا نگه میدارم و به این صورت نخ رو از داخل تمام این حلقه ها رد میکنم. قلاب رو میبرم داخل این حلقه، 1 نخ میگیرم و 1 دونه زنجیره میزنم. دوباره نخ رو میکشم، 1، این شد 2، 3، 4 و 5. 1 نخ میگیرم، میرم داخل زنجیره اول، 1، 2، 3، 4 و 5 تا نخ میگیرم. این قسمت انگشتم رو نگه میدارم، به این صورت گلبرگامو جمع میکنم و 1 دونه زنجیره میزنم. تا الان ببینید 1، 2، 3 تا گلبرگ توی زنجیره اولمون تشکیل شده. خب 1، 2، 3، 4 و 5 تا. 1 نخ میندازم دور قلابم، میرم توی زنجیره اول، 1، 2، 3، 4 و 5 تا. انگشتم رو نگه میدارم، به این صورت میکشم بیرون و 1 دونه زنجیره میزنم. تا الان 4 تا گلبرگ توی زنجیره اول زدیم، میرم سراغ گلبرگ پنجم، 1، 2، 3، 4 و 5 تا. 1 نخ میگیرم، میرم داخل زنجیره، 1، 2، 3، 4 و این هم نخ پنجم. انگشتم رو نگه میدارم، قلاب رو از داخل تمام حلقه ها رد میکنم و 1 دونه زنجیره میزنم. ببینید این پنجمین گلبرگ بوده. 1، 2، 3، 4 و 5 تا نخ که گرفتم، 1 نخ دیگه میندازم روی قلابم، 1، 2، 3، 4 و این هم نخ پنجم. ببینید گلبرگ های این گلمون تکمیل شده، 1، 2، 3، 4، 5 و اینی که روی قلاب هستش هم گلبرگ ششم هستش. پس وقتی که گلمون تکمیل میشه میریم سراغ گل بعدی، 1 نخ میندازم دور قلابم و قلاب رو وارد گل بعدی، یعنی جایی که مارکر هست میکنم، 1، 2، 3، 4 و 5 تا. به این صورت 3 تا گلبرگ الان روی قلاب دارم. انگشتم اینجا نگه میدارم و نخ رو از هر 3 تا گلبرگ خارج میکنم، به این صورت، و اینجا 1 دونه زنجیره میزنم. ببینید به این صورت در میاد. حالا مارکر رو از اینجا خارج میکنم و این قسمت وصلش میکنم. به این صورت رج اول تکمیل میشه. رج دوم، ببینید 1، 2، 3، این 4 و این هم نخ پنجم هستش. 1 نخ میگیرم، میرم سراغ گل بعدی که اینجا میشه مرکز گلمون، که ببینید 1، 2، 3 تا گلبرگ داره. اینجا مرکزش هستش. قلاب رو وارد میکنم، 1، 2، 3، 4 و 5 تا نخ میگیرم. انگشتم رو اینجا نگه میدارم، قلاب رو از حلقه ها رد میکنم و 1 دونه زنجیره میزنم. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. پنج تا نخ که گرفتم، 1 نخ میندازم دور قلابم، وارد مرکز گلم میشم. ببینید 1، 2، 3،
4 5 تا قسمت رو نگه می‌دارم. به این صورت قلاب خارج میشه و گلبرگ ها رو جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. ببینید این گلمون الان 1 2 3 4 5 تا گلبرگ داره. 1 2 3 این 4 و 5 تا. یک نخ میگیرم داخل مرکز گل، 5 تا نخ میکشم بیرون. 1 2 3 4 و 5 تا. ببینید گلبرگ های این گلمون تکمیل شده، یعنی 6 تا گلبرگ داره. 1 2 3 4 5 و این هم میشه گلبرگ ششم. خب وقتی که تمام گلبرگ ها تکمیل شدن، میریم برای شروع گل بعدی، یعنی این دونه ها رو دیگه خارج نمی کنم. یک نخ میندازم دور قلابم و میرم توی مرکز گل بعدی و 5 تا نخ میگیرم. 1 2 3 4 و این هم 5 تا. انگشتم رو اینجا نگه میدارم، قلاب رو از 3 تا گلبرگ میکشم بیرون، به این صورت جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. ببینید گلمون تکمیل شد. 1 2 3 4 5 و 6 تا گلبرگ داره. گل بعدیمون 1 2 3 4 تا گلبرگ داره. 1 2 3 4 و 5 تا. یک نخ میگیرم میرم داخل مرکز گل بعدی. 1 2 3 4 و 5 تا. انگشتم رو نگه میدارم و گلبرگ ها رو جمع میکنم، یک دونه زنجیره. 1 2 3 4 5 تا گلبرگ داره. 1 2 3 4 5 تا نخ گرفتم. یک نخ میندازم دور قلابم. ببینید این گلبرگ ششم هستش. 1 2 3 4 و 5 تا. این گلبرگ ششم هستش، گلمون تکمیل شده. میریم سراغ گلبرگ بعدی. یک دونه نخ میگیرم روی قلابم و 1 2 3 4 5 تا نخ میگیرم. انگشتم رو نگه میدارم، نخ رو از تمام گلبرگ ها میکشم بیرون، به این صورت جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4 تا گلبرگ داره. 1 2 3 4 5 تا. یک نخ میگیرم مرکز گل. 1 2 3 4 و 5 تا. به این صورت جمع میکنم، یک دونه زنجیره میزنم. گلبرگامون شدن 5 تا. 1 2 3 4 و 5 تا. یک نخ میگیرم، این الان گلبرگ ششم هستش. 1 2 3 4 و 5 تا. ببینید 1 2 3 4 5 و اینم گلبرگ ششم هستش. میریم سراغ گلبرگ بعدی. 1 2 3 4 و 5 تا. انگشتم رو اینجا نگه میدارم و قلاب رو از تمام حلقه ها رد میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا. یک دونه نخ میندازم دور قلابم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ میگیرم. ببینید 1 2 3 4 و این هم گلبرگ پنجم هستش. هر وقت رسیدیم به گلبرگ ششم، باید وصلش بکنیم به گل بعدی. نخ رو میکشم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ روی قلاب دارم.
یک نخ میگیرم، میرم داخل مرکز گل بعدی، یک، دو، سه، چهار و پنج تا. ببینید این گلمون الان تکمیل شده، یک، دو، سه، چهار، پنج و این هم گلبرگ ششم هستش. بنابراین میرم سراغ گل بعدی، یک، این دو، سه، چهار و پنج تا گلبرگ داریم. انگشتم رو اینجا نگه میدارم و قلاب رو از داخل تمام حلقه ها رد میکنم و یک دونه زنجیره میزنم، یک، این دو، سه، چهار، پنج تا. یک دونه نخ میگیرم، یک، دو، سه، چهار و این هم گل پنجم هستش، یک، دو، سه، چهار، پنج تا. این قسمت رو نگه میدارم، به این صورت میام گلبرگ ها رو جمع میکنم. خب حالا این گلمون ببینید، یک، دو، سه، چهار، پنج تا گلبرگ داره، یک، دو، سه، چهار و پنج تا. یک نخ میگیرم، میرم داخل این گل، یک، دو، سه، چهار و پنج تا. گلمون تکمیل شده، میرم سراغ گل بعدی که میشه این قسمت. یک نخ میگیرم، قلاب رو وارد میکنم به این صورت، یک، دو، سه، چهار و پنج تا. حالا سه تا گلبرگ روی قلاب دارم، انگشتم رو اینجا نگه میدارم و قلاب رو از داخل گلبرگ ها رد میکنم، یه دونه گره میزنم. حالا رسیدیم به مارکر، این مارکر رو خارج میکنم. فقط یادتون باشه که اینجا مارکر بوده. خب این قسمت میام اول یه دونه زنجیره میزنم، حالا یک، این دو، سه، چهار و پنج تا نخ میگیرم. یک دونه نخ میندازم دور قلابم، داخل این قسمت که مارکر بوده میکنم، یک، دو، سه، چهار و پنج تا. ببینید این گلمون الان تکمیل شده، یک، دو، سه، چهار، پنج و این هم گلبرگ ششم هستش. خب بنابراین میرم سراغ گل بعدی که این قسمت هستش، یک، دو، سه، چهار، پنج و این قسمت انگشتم رو نگه میدارم، یک نخ میگیرم و از داخل این سه تا گلبرگ خارج میکنم، به این صورت جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. به این صورت رج دوممون هم تکمیل میشه. میام اینجا مارکر رو میذارم. رج سوم، یک، دو، سه، چهار و پنج تا نخ گرفتم، یک نخ میندازم دور قلابم و وارد مرکز گل میشم، یک، دو، سه، چهار و این هم نخ پنجم، به این صورت گلبرگ ها رو جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. خب حالا این گلمون ببینید، یک، دو، سه، چهار، پنج تا گلبرگ داره. این گل رو باید به این گل وصلش بکنیم، به این صورت. خب یه دونه زنجیره زدم، یک، دو، سه، چهار و پنج تا نخ گرفتم، یک نخ میندازم دور قلابم، وارد این گل میشم، یک، دو، سه، چهار و پنج تا نخ میگیرم. ببینید الان 6 تا گلبرگ داره. دوباره یه نخ میگیرم، میرم داخل مرکز گل بعدی، دوباره 5 تا نخ میگیرم، 1، 2، 3، 4 و 5 تا. 3 تا گلبرگ روی قلابم دارم، به این صورت از داخل تمام گلبرگ ها خارج میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. این گلمون الان
4 تا گلبرگ داره. 1، 2، 3 و 4 تا. خب 1، 2، 3 این 4 و 5 تا نخ گرفتم، میرم داخل مرکز گل. 1، 2، 3، 4، 5 تا. قسمت انگشتم رو نگه میدارم و از داخل گلبرگ ها رد میکنم و یه دونه زنجیره میزنم. حالا تعداد گلبرگ هامون رسیده به 5 تا. 1، 2، 3، 4، 5 تا. پس یه دونه این قسمت گلبرگ میزنم، یه دونه این قسمت و یه دونه هم این قسمت. 1، 2، 3 این 4 و 5 تا. یه نخ میگیرم. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. دوباره یک نخ میگیرم. چون این گلمون تکمیل شده، میریم سراغ بافت گل بعدی. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. به این صورت گلبرگ ها رو جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. 1، 2، 3 این 4، 5 تا نخ گرفتم. این گلمون ببینید 1، 2، 3، 4، 5 تا گلبرگ داره. بنابراین این گل رو باید به گل بعدی وصلش کنم. 1، خب این شد 1، 2، 3، 4 و 5 تا. گلمون تکمیل شده، میرم سراغ گل بعدی. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. این قسمت انگشتم رو نگه میدارم و نخ رو از داخل تمام حلقه ها رد میکنم، یک دونه زنجیره میزنم. این گل 1، 2، 3، 4 تا گلبرگ داره. 1، 2، 3، 4 و 5 تا نخ گرفتم. یک نخ میگیرم، میرم داخل این گلبرگ. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. ببینید 1، 2، 3، 4، 5 تا گلبرگ داره. بنابراین نمیتونیم به گل بعدی وصلش بکنیم. خب میایم نخ رو از دو تا گلبرگ رد میکنم و به این صورت یه دونه زنجیره میزنم. حالا تعداد گلبرگ هامون رسیده به 5 تا. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. یک نخ میندازم دور قلابم. 1، 2، 3، 4، 5 تا. گلمون تکمیل شده، میرم سراغ گل بعدی. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. به این صورت قلاب رو خارج میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. این گلمون هم 5 برگه. 1، 2، 3، 4، 5 تا. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. 5 تا نخ که برداشتیم، یک نخ برمیدارم، میرم داخل گل بعدی. 1، 2، 3، 4 و 5 تا. ببینید گلمون تکمیل شده، میرم سراغ گل بعدی. 1، 2، 3، 4 و این هم 5 تا. حالا گلبرگ ها رو جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. این گلمون 1، 2، 3، 4 تا گلبرگ داره. 1، 2، 3 و 4 تا. یه نخ برمیدارم. 1، 2، 3 و 4 این هم نخ پنجم. از دو تا گلبرگ رد میکنم و یه دونه زنجیره میزنم. خب گلمون شده الان 5 برگ. 1، 2، 3،
این چهار و پنج تا نخ میگیرم. داخل این گل یک، دو، سه، چهار، پنج. گلمون تکمیل شده، یعنی 6 تا گل برگ داره. میریم سراغ گل بعدی. یک، دو، سه، چهار و پنج تا. به این صورت نخ رو از داخل تمام حلقه ها رد میکنم. یه دونه زنجیره میزنم. این گل 1 2 3 4 5 تا گل برگ داره، پس باید به گل بعدیش وصل بشه. 1 2 3 4 و 5 تا. یه نخ میگیرم. 1 2 3 4 5 تا. گلمون تکمیل شده. میرم سراغ گل بعدی. 1 2 3 4 5 و به این صورت گلبرگا رو جمع میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ که گرفتم، این گلمون الان 1 2 3 4 تا گلبرگ داره که با این میشه 5 تا. 1 2 3 4 5. خب وقتی گلبرگ پنجم رو بافتیم، باید از این دوتا گلبرگ نخ رو رد بکنیم و یک دونه زنجیره بزنیم. حالا نوبت بافت گلبرگ ششم هستش. هر وقت میخواییم گلبرگ ششم رو ببافیم، حتما باید به گل بعدی وصلش بکنیم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ گرفتم. یه نخ میندازم دور قلابم. این گلبرگ الان ششم هستش. 1 2 3 4 5 تا نخ گرفتم. یه نخ دیگه میگیرم، وارد گل بعدی میشم. 1 2 3 4 و 5 تا. ببینید 3 تا گلبرگ الان روی قلاب دارم. به این صورت جمعشون میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 تا گلبرگ داره. ما میخواییم گلبرگ ششم رو ببافیم، پس میام به گل بعدی وصلش میکنم. 1 2 3 4 5 تا نخ گرفتم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ میگیرم. ببینید گلم تکمیل شده. یه نخ دیگه میگیرم، میرم سراغ گل بعدی. 1 2 3 4 و 5 تا. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و یه دونه زنجیره میزنم. این گلمون 1 2 3 4 تا برگ داره. خب 1 2 3 4 و 5 تا. میرم وارد مرکز گل میشم. 1 2 3 4 5. این گلبرگ پنجم هستش، بنابراین از هر دو تا گلبرگ قلاب رو رد میکنم و به این صورت جمعش میکنم. حالا نوبت بافت گلبرگ ششم هستش. یه دونه اول زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ دارم. یه دونه نخ میگیرم روی قلابم. 1 2 3 4 و 5 تا. ببینید الان ما اینجا 1 2 3 4 5 و 6 تا گلبرگ داریم. دوباره یه نخ میگیرم، وارد گلبرگ بعدی میشم. 1 2 3 4 و 5 تا. این قسمت رو نگه میدارم و به این صورت نخ رو از تمام حلقه ها خارج میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. این گلمون الان 1 2 3 4 5 تا گلبرگ داره و باید وصلش بکنیم به گل بعدی. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا.
داخل این گل 1 2 3 4 5 تا. این گلمون که تکمیل شد میریم سراغ گلبرگ بعدی 1 2 3 4 و اینم 5 تا. ببینید الان 3 تا گلبرگ روی قلاب داریم. به این صورت قلاب رو از داخل تمام گلبرگ ها رد میکنم و یک دونه زنجیره میزنم. خب حالا رسیدیم به این قسمت. مارکر رو خارج میکنم. 1 2 3 4 5 تا گلبرگ داره. 1 2 3 4 5 تا. خب میریم وارد این گل میشیم. 1 2 3 4 و 5 تا. گلمون تکمیل شده. 1 2 3 4 5 و این هم گلبرگ ششم هستش. خب پس بنابراین میرم سراغ گل بعدی. یه نخ میندازم دور قلابم و 1 2 3 4 و 5 تا. 5 تا نخ که گرفتم انگشتم رو اینجا نگه میدارم. به این صورت از تمام این حلقه ها رد میکنم و میام یه دونه زنجیره میزنم. به این صورت رج سوم هم تکمیل میشه. میام اینجا قلاب میزنم که میام اینجا مارکر رو میذارم که اول رج رو فراموش نکنم. قطر کلاه من 14 سانتی متر بود. ببینید به این صورت قطر کلاه هم شده 14 سانتی متر. از الان میخوام شروع کنم به جمع کردن بالای کلاه هم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ میگیرم. گل بعدی هم یک دونه گلبرگ بافته میشه. 1 2 3 4 و 5 تا. حالا انگشتم رو اینجا نگه میدارم و دوتا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنم و یک دونه بست میزنم. یک دونه زنجیره. خب حالا از اینجا به بعد هر سه تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنیم. یعنی یک گلبرگ از اینجا، یکی اینجا و یکی اینجا میگیرم و هر سه تا رو با هم دیگه یکی میکنیم. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا. این یک گلبرگ. از گل دوم هم یه دونه گلبرگ میگیرم. 1 2 3 4 و 5 تا. گلبرگ بعدی هم میام یه دونه گلبرگ میگیرم. 1 2 3 4 و 5 تا. ببینید سه تا گلبرگ الان روی قلاب دارم. انگشتم رو اینجا نگه میدارم و قلاب رو از داخل حلقه ها رد میکنم. خب از اینجا به بعد دیگه هر سه تا گلبرگ دوباره یکی میشن. 1 2 3 4 و این هم پنجمین نخ هستش. یه دونه نخ میندازم دور قلاب و از گل بعدی هم یه دونه گلبرگ میگیرم. 1 2 3 4 و 5 تا. گل بعدی 1 2 3 4 و 5 تا. حالا هر سه تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنیم. و یه دونه زنجیره میزنم. دوباره سه تا گلبرگ با هم یکی میشن. این 1 2 3 4 5 تا. این گلبرگ اول. 1 2 3 4 5 گلبرگ دوم و این هم گلبرگ سوم. 1 2 3 4 و 5 تا. حالا هر سه تا رو با هم دیگه یکی میکنیم.
به همین صورت تا انتهای رد، یعنی تا این مارکر، شما هر سه تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی کنید. رسیدیم به انتهای رد. یک، این دو، سه، چهار و پنج تا نخ گرفتم. میرم سراغ گل بعدی. یک، دو، سه، چهار، پنج تا نخ هم از این گل میگیرم. گل بعدی. یک، دو، سه، چهار، پنج و گل بعدی هم پنج تا نخ میگیرم. یک، دو، سه، چهار و پنج تا. ببینید الان ما باید یک، دو، سه، چهار تا گلبرگ روی قلابمون داشته باشیم. میایم دونه دونه از اینا ردشون میکنیم. به این صورت و تمام این چهار تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنیم و یک دونه زنجیره میزنیم. رج های بعدی تکرار همین رج هستن. یعنی شما اول باید بیایید دو تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی کنید، بعد از اون هر سه تا گلبرگ با هم دیگه یکی میشن. به انتهای رج که رسیدید، چهار تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنید تا برسید به ارتفاع کلاهتون. ببینید یک، دو، سه، چهار و پنج تا. از گل بعدی یک، دو، سه، چهار، پنج تا. حالا این دو تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنیم و یک دونه زنجیره میزنم. از اینجا به بعد هر سه تا گلبرگ یکی میشن. یک، دو، سه، چهار و پنج تا نخ گرفتم. از این گل یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا این یکی گل هم یک، دو، سه، چهار و پنج تا. حالا هر سه تا گلبرگ رو با هم دیگه یکی میکنیم. یه دونه زنجیره میزنم. به همین صورت هر سه تا گلبرگ رو یکی بکنید تا برسید به این قسمت. دوباره باید چهار تا گلبرگ با هم دیگه یکی بشن. این رج رو انقدر تکرار بکنید تا برسید به ارتفاع کلاهتون. ببینید کلاه من فعلا به این صورت هستش. خب دوستان عزیز، من رج آخر رو چند باری تکرار کردم تا رسیدم به ارتفاع کلاهم که 18 سانتی متر هستش. خب الان انتهای رج هستیم. از چهار جا باید نخ بگیریم. ببینید یک، دو، سه و این قسمت هم میشه چهارمین. یک، دو، سه، چهار و این نخ پنجم. گل بعدی یک، دو، سه، چهار و پنج. مارکر دیگه احتیاج ندارم. این گل هم پنج تا نخ. یک، دو، سه، چهار، پنج و گل بعدی هم پنج تا نخ. یک، دو، سه، چهار و این هم پنج تا. ببینید انتهای رجمون چهار تا گلبرگ باید داشته باشیم. خب به این صورت میایم قلاب رو از داخل تمام این حلقه ها رد میکنیم. و میایم یک دونه زنجیره میزنیم. خب دوستان الان دیگه کارمون تموم شده. شما میتونید نخ رو کات کنید و اضافات نخ رو بین بافتتون مخفی بکنید. هم میتونید براش دورگیری انجام بدید. به این صورت که توی هر کدوم از این مرکز گلها شما میایید سه تا پایه نیمه میزنید. ببینید به این صورت یک بار نخ رو میندازید دور قلابتون، از اینجا یک نخ میگیرید. ببینید سه تا نخ روی قلاب دارید. حالا هر سه تا رو با هم دیگه یکی میکنید. یک، دو و
این هم پایه سوم. یک نخ میندازیم دور قلاب و از هر ستاش رد میکنیم. دوباره یک، این دو و سه. گلبرگ بعدی، یک، این دو و سه. توی هر کدوم از مرکز گلها سه تا پایه متوسط میزنیم. یک، دو، سه. به همین صورت تا انتهای رج. توی آخرین گل هم سه تا پایه متوسط زدم. حالا میام وصلش میکنم به زنجیره اول، نخ رو کات میکنم، اضافه نخ رو میگیرم به سوزن و از این زنجیره آخر ردش میکنم. به این صورت حالا میرم پشت کارم، از داخل این پایه های متوسط نخ رو عبورش میدم. اینجا یه دونه بست میزنم و اضافه نخم رو داخل این گلبرگ ها مخفی میکنم. اضافه نخ رو میچینم. دوستان عزیز، به پایان ویدیوی آموزشی این جلسه‌مون رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر سوال یا نظری دارید توی کامنت ها بنویسید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید بافتنی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی موفق باشید و بافتنی های قشنگی داشته باشید.